بسم الله الرحمن الرحیم استعانت می‌جوییم از روح بابرکت امام حسین علیه السلام و شهیدی که این موشک ابو مهدی به نامش گذاشته شده شهید ابو مهدی مهندس قطعا در جواب سوال شما خب یکی از کارهایی که میتونه این موشک بکنه دورسازی دشمن هست و میتونه دشمن رو از ساحل خودمون دور کنه و همونطوری که امیر توضیح دادن ما از عمق میتونیم شلیک رو انجام بدیم این موشک دارای سیکر دوگان هست و در مقابله با جنگ الکترونیک میتونه قابلیت داشته باشه قطعا این برشماری این قابلیت این موشک ما رو کمک میکنه که اهداف رو دقیق بزنیم دشمن رو در عمق در واقع ما مورد اصابت قرار بدیم و باعث بشه دشمن از ساحل ما دورسازی بشه موشکی که شما امروز در واقع تحویل نیروی دریایی ارتش و سپاه میشه موشکی است که میتواند هم روی شناور نصب بشه و هم روی در واقع سکوهای ساحلی شلیک بشه و این یک قابلیت اگر شناور شما 1000 کیلومتر بره در عمق و 1000 کیلومتر هم این شلیک بکنه اون دشمن یعنی ناب هواپیمابر باید 1000 کیلومتر دیگه عقب نشینی بکنه اون موقع دیگه هواپیماهای این کارایی نخواهند داشت اینها قابلیت های این موشک هست و این موشک جز موشک های تحریمی است امروز افتخار میکنیم که به دست نخبگان جمهوری اسلامی ما شاهد موشکی خواهیم بود که بتواند اهداف رو دور بزنه یکی از قابلیت هایی که این موشک داره در واقع میتواند چندین هدف رو دنبال بکنه میتواند در واقع اهداف رو دور بزنه از پشت به هدف حمله کنه این قابلیت های موشک هست و این موشک قابل رهگیری کمتر هست به لحاظ اینکه سقف پرواز بسیار پایینی داره و برد بسیار بالایی داره این موفقیت رو من به عزیزانمون در وزارت دفاع تبریک میگم انشالله که به میمنت این ایامی که متعلق به امام حسین علیه السلام است و نام این شهید مظلومی که به دست آمریکای جنایتکار به ناحق و مظلومانه به شهادت رسید ابو مهدی مهندس ما بتونیم تلافی این رو انشالله توی دریا سر این دشمنانمون در بیاریم انشالله